چطورید بچه ها؟ اسم من APD و خوش اومد به یه قسمت دیگه یه میستی. توی این قسمت ما میریم سراغ کراکن، معروف‌ترین هیولای دریایی. امکان نداره که شما درباره دریا و هیولاهاش چیزی نشنیده باشید. این یکی از معروف‌ترین افسانه هاست که البته شاید افسانه نباشه. امروز متوجه میشیم. توی ادامه ویدیو همراه هم باشید. شاید فکر کنید شروع یه همچین افسانه و داستانی مثل بقیه و یا بیشتر موجودات از یونان بوده، ولی نه. شروع این یکی توی قرن 12 توی اسکاندیناوی بود. توی کشور نروژ سال 1180 یه قهرمانی پادشاه بود و بر این باور بود و به همه میگفتش که اطراف دریای نروژ و آیسلند و گرینلند یه موجود دریایی خیلی بزرگ و خطرناک است که باعث ترس ملوانا شده و هر کسی که از اون قسمت از دریا رد میشه رو کشیشو خورد میکنه و میکشه زیر آب. تا چند دهه بعد خبر دیگه از این موجود نشد، کسی چیزی نمیگفت، تا بالاخره یه ملوانی 70 سال بعد اومد و گفتش آره ما با یه همچین موجودی برخوردیم. و همینطور پری دریایی ها. اگر میخواید پری دریایی ها رو کاملا بشناسید، اینکه توی هر نقطه دنیا چجوری میشناسنشون و چجوری شروع شد و اینکه واقعا چه موجوداتی هستن، یه ویدیو کامل دربارش ساختم، ولی الان نرید ببینید. اینو تا آخر نها کنید، آخرش روی صفحه میاد، روش کلیک میکنید و اونم میبینید. خلاصه این قهرمان تعریف میکرد، میگفت آقا من تو دریا دو تا موجود خیلی بزرگ دیدم. یکیش بزرگترین نهنگی بود که به عمرش دیده بود، یکیش هم یه هشبای خیلی بزرگ که میتونست کشتیشونو کاملا خورد کنه و بکشه زیر آب و با حرکت بدنش گرداب درست کنه. تا چند صد سال بعد که یه نویسنده توی سال 1752 میاد یه کتاب مینویسه درباره یه هشبای خیلی بزرگه که توانایی داره بیاد سطح آب و هر کشتی و قایقی رو خورد کنه و نابود. البته قبل از این هم خیلی کتابای دیگه نوشته شده بود دربارش، ولی خب این یکی خیلی تاکید داشت که این موجود واقعا وجود داره. خیلی‌ها بهش میگفتن تو اینو از روی لویاسان الهام گرفتی. لویاسان یه موجودیه که حتی توی انجیل هم اسمش اومده و دربارش گفته، که توی ویدیوی آموزش احضارم من یه تیکه بهش اشاره کردم. اگرم میخواید درباره این موجود بدونید توی کامنت ها حتما بهم بگید که یه ویدیوی جدا مخصوص لویاسان بسازیم ببینیم چیه واقعا. خلاصه تا قرن 18 وجود این موجود مبهم بود. یه سری ها میگفتن هست، یه سری ها میگفتن نیست، ولی چیزی که بین همشون مشترک بود اونایی که میگفتن یه همچین موجودی هست اندازه‌شو خیلی بزرگ توصیف می‌کردن. تا بالاخره توی قرن 19 اون ظاهری که مردم بیشتر تشریحش کرده بودن و محبوب‌تر بود که همون هشبای قلاسا بود، به عنوان ظاهر اصلی کراکن انتخاب میشه. یه نویسنده اونو به عنوان موجودی تشریح کرده که توی اعماق دریا اونقدر عمیق که هیچ انسانی با هیچ تجهیزاتی نمیتونه بره. یکی از دلایلی هم که انسان شروع کرد به سفر به کره ماه و سیاره‌های دیگه این بود که فکر میکنه هر چیزی که توی کره زمین هست رو کشف کرده و میدونه. با اینکه ما درصد خیلی بالایی از دریا رو هنوز کشف نکردیم، فقط یه سری داستان از قدیم داریم که بهشون میگن افسانه، چون اون موقع دوربینی نبوده که بخواد اینا رو عکس بگیره یا فیلم بگیره، به خاطر همین نمیدونیم که بودن یا نه. فعلا دو تا هشبای خیلی بزرگ پیدا کردن که اصلا نسبت به هشبای دیگه سایز استانداردی ندارن که ما بهشون میگیم بزرگ. فرض کنید در مقابل اون چیزایی که واقعا توی اعماق دریا هستن چقدر میتونن کوچیک باشن. یکی دیگر چیزایی که خیلی به وجود کراکن اشاره کرده یه رمانیه برای قهرمانی که اگر میخواید بخونیدش بگید که من اسم اون رمان رو توی کامنت رو بنویسم برید بخونید. البته اگه اهل خوندن باشید توی بخش 59ش کلا دربارش هست. جدا اینا ما جاهای خیلی زیادی کراکن رو دیدیم، مثل فیلم کلش آف تایتانز، دوزان دریایی، گریجوی توی گیم آف ترونز، کینگ کونگ و هتل ترانسیلوانیا سم یه قسمت اومد. توی بازی‌های ویدئویی هم که دیگه نگم چقدر زیادن. همونطور که گفتم دریا جای به شدت بزرگ و بی‌نهایتیه که ما هنوز قسمت خیلی زیادیشو کشف نکردیم. بس احتمال وجود این موجود خیلی زیاده و همینطور خیلی موجودات ترسناکتر و بزرگتر و خطرناکتری که توی چند صد سال آینده میبینیمشون. البته ما تا اون موقع به دار باقی شتافتیم، ولی با این حال. خب اینم از یه قسمت دیگه از میستی، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر میگم موجود دیگه ای هم هست دوست دارید دربارش بیشتر بدونید، حتما اسمش رو توی کامنت برای من بنویسید. تا ویدیوی بعدی زیاد اطراف دریا نچرخید.